سلام، خوش آمدید به این بخش خبری بی بی سی فارسی. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته تا زمانی که اتحادیه اروپا به خاطر آنچه که او حمایت از آشوبگران خوانده از ایران عذرخواهی نکند، حق ندارد در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند. ایران، بریتانیا و بعضی از کشورهای اروپایی را متهم کرده که به ناآرامی‌های پس از انتخابات دامن زدند. بریتانیا و اتحادیه اروپا این اتهامات ها را رد کردند. دو روز پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات ریاست جمهوری ایران، واکنش بیشتر تشکل‌ها و گروه‌های معترض ابراز تأسف و محکومیت بوده. جبهه مشارکت نتیجه انتخابات را غیر قابل قبول خواند و گفته است به راهی که در یک کلمه آن را اصلاحات می‌خواند ادامه خواهد داد. مهدی کروبی هم در نامه‌ای سرگشاده که منجر به توقف یک روزه انتشار روزنامه او اعتماد ملی شده، گفته است دولت برآمد از این انتخابات را مشروع نمی‌داند و در هیچ برنامه‌ای تنفیذ و تحریف رئیس جمهوری شرکت نخواهد کرد. رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد. امروز در گیشه روزنامه فروشی‌ها جای یک روزنامه دیگر خالی بود. روزنامه اعتماد ملی حزب مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات. این حزب میگوید دلیل چاپ نشدن روزنامه این است که نمایندگان دادستانی تهران و وزارت ارشاد گفتند بیانیه مهدی کروبی نباید منتشر شود. اما چون آقای کروبی این درخواست را نپذیرفت، روزنامه اعتماد ملی امروز منتشر نشد. اما روزنامه که آماده چاپ بود در اینترنت منتشر شد. مهدی کروبی در آخرین بیانیه اش ضمن عذرخواهی از مردم برای دعوت از آنها برای شرکت در انتخابات، بار دیگر اعلام کرده دولت محمود احمدی نژاد را مشروع نمی‌داند. در این بیانیه آقای کروبی مقصر همه ناآرامی‌ها، تخریب‌ها و اغتشاش‌ها را کسانی دانسته که به گفته او حقوق مردم را زیر پا گذاشتند. آقای کروبی اضافه کرد که این نیروها با تکیه بر آموزش‌های پلیسی خاصی که در همسایه شمالی ایران دیده بودند، به مقابله با مخالفان سیاسی پرداختند. مهدی کروبی در بخش دیگری از این بیانیه دولت، شورای نگهبان و بعضی از نهادهای عمومی را به دخالت در تعیین نتایج انتخابات متهم کرده و گفته است علاوه بر جمهوریت نظام، اسلامیت و ایرانیت آن هم در خطر قرار گرفته. به گفته آقای کروبی، پایبندی به راه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با چیزی است که او آن را دیکتاتوری، سرکوب و اسلام طالبانی خوانده. مهدی کروبی در پایان اعلام کرده تا آخر عمر پای مردم و انقلاب ایستاده و به هر نحو ممکن درخواست‌های آنها را پیگیری می‌کند. اما تنها آقای کروبی نبود که بعد از تایید نتایج انتخابات از طرف شورای نگهبان بیانیه اعتراضی صادر کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب طرفدار میرحسین موسوی هم در بیانیه اعلام کرد با توجه به آنچه پس از انتخابات گذشت، از این پس انتخابات عملاً در ایران معنا و مفهومی ندارد و به گفته این تشکل مردم سالاری هویت خود را از دست داده. پیشتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز، دو تشکل دیگر اصلاح طلب، هم با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خود را با تایید نتایج انتخابات اعلام کردند. در اطلاعیه سازمان مجاهدین، دولت محمود احمدی نژاد غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی خوانده شده. بیش از دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد و با وجود اینکه شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرده، نامزدهای معترض نتیجه را قبول ندارند و محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران نمی‌دانند. اما با گذشت زمان و اعمال محدودیت‌های گوناگون، به نظر می‌رسد اعتراض‌ها تغییر شکل یافته و از خیابان‌ها جمع شده و بیشتر به اعتراض‌های حزبی و تشکلی تبدیل شده. رعنا رحیم پور، بی بی سی. همین الان بیانیه جدید میرحسین موسوی به دست من رسید که آقای موسوی در این بیانیه جدیدشون در قسمتی از این بیانیه گفتن که باید بازگردیم، هنوز دیر نشده است، هنوز میتوان اطمینان آسیب دیده مردم را بازسازی کرد، اطمینان نظام در گروه چنین کاری است، فرزندان انقلاب را از زندان ها آزاد کنید، حبس آنها جز
تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده ای ندارد. مردم چگونه می توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانشان را به صرف توهم در بند می کنند؟ این قسمتی از بیانیه آقای میرحسین موسوی هست که امروز منتشر شده. آقای موسوی در بیانیهشون، ایشون هم مثل سازمان مجمع روحانیون مبارز خواهان آزادی زندانیا شدن و همطور مثل جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب خواهان آزادی زندانی ها شدن. در بخشای بعدی خبر بیشتر به بیانیه آقای موسوی خواهیم پرداخت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید 20 نفر در ناآرامی های خیابانی پس از انتخابات کشته شدند که هیچ یک از آنها مأمور نیروی انتظامی نبودند. آقای احمدی مقدم تعداد افراد بازداشت شده در تهران را در جریان این نارامی ها 1032 نفر ذکر کرد و افزود تعداد زیادی از این افراد آزاد شده و یا به زودی آزاد می شوند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین متذکر شد پرونده متهمان اصلی این نارامی ها به دادسرا ارجاع می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سفرش را به لیبی لغو کرده است. آقای احمدی نژاد قرار بود امروز برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به لیبی برود. سخنگوی وزارت خارجه ایران علت لغو سفر رئیس جمهوری را مشغله های کاری اعلام کرده است. دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات گروه جندالله امروز در زاهدان برگزار شد. عبدالحمید ریگی برادر فرمانده گروه جندالله هم که پارسال پلیس پاکستان به ایران تحویلش داد در میان متهمان بود. از جمله اتهامات مطرح شده علیه این افراد آدم ربایی، سرقت مسلحانه و کشتن پرسنل انتظامی ایران است. ایران گروه جندالله را تروریستی و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌خواند.